بینندگان عزیز، خدمت همه شما سلام دارم. شهلا دانشور هستم، برنامه کارگران و یک دنیای بهتر رو خدمتتون تقدیم میکنم. امیدوارم حال شما عزیزان خوب باشه و آماده دیدن این برنامه باشید. در برنامه امشب با آقای غلامرضا غلامحسینی از فعالین کارگری شناخته شده و از اعضای سندیکای شرکت واحد که اخیراً به خارج کشور اومدن. بعد از صحبت با ایشون در مورد اعتراضات جانانه کارگران فولاد زاگرس صحبت میکنیم که به موفقیت هایی دست یافتن و روی جنبه های مختلف این اعتراض صحبت و گفتگو خواهیم داشت. و بعد از اون در مورد تجمع کارگران بازنشسته ذوب‌آهن اصفهان صحبت میکنیم و بعد هم اخباری از کارگران زندانی. امیدوارم که برسیم به همه این نکاتی که تدارک دیدیم برای این برنامه. بله، آقای غلامرضا غلامحسینی رو رو خط تلفن داریم. سلام میکنم آقای غلامرضا غلامحسینی، خیلی خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتید. من هم خدمت شما خانم دانشور سلام عرض میکنم و سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم برنامه کارگران و یک دنیای بهتر. من در خدمت شما تا سوالاتتون رو بفرمایید توانم جواب بدم سوالات شما. بله، متشکرم. شما خودتون از کارگران سندیکای واحد هستید. تو کوران اعتراضات سال 84 84 شرکت داشتید. از نظر شما این اعتراضات چه دستاوردهایی برای کارگران شرکت واحد داشت، چه دستاوردهایی برای کارگران در ایران داشت؟ من همونی که شما فرمودید عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد هستم و این که چه دستاوردهای این اقدام کارگران سندیکای شرکت واحد چه تأثیراتی بر جامعه کارگری ایران داشته، ما هم عرض خدمت شما. اول اینکه مهمترین و بزرگترین رخدادی که در این قضیه ما شاهد اون هستیم و خیلی بارزه، شکستن یک تابوی اینه که کارگران ایران می توانند در برابر کارفرمایان عرض اندام کنند و توانایی خودشون رو که اتحاد و تشکره به نمایش بذارن و با توکل به اتحاد و تشکل از حقوق اجتماعی و سنفی طبقاتی خودشون دفاع کنن. همانگونه که شاهد هستید بعد از به وقوع پیوستن دو اعتصاب تحمیل شده در واقع و نه 100% موفق، حاصل دستاوردهای حاصل از این دو اعتصاب خیلی مثبت بوده، چنانکه امروز ما شاهد هستیم که بعد از اون اتفاق شرکت واحد کارگران نیز به نیروهای نهفته خودشون پی بردن و در گوشه کنار کشور امروز خواستار تشکیل تشکلات کارگری سندیکایی و پیگیری حقوق حقه خودشون هستند. این شکل کلی به اصطلاح آثار مثبت این حرکت بود. بله، دقیقا، چون اعتصاب یک ابزار قدرت نمایی کارگره و اعتصاب کارگران شرکت واحد تو سال 84 یک دفعه تهران رو به جنب جوش انداخت، انعکاس وسیع داشت. ما که اخبار رو دنبال میکردیم، شما که تو کورانش بودید، کاملا این محسوس بود و همونطور که گفتید کارگران به قدرت خودشون پی بردن و به دو نکته مهم اتحاد و تشکل تاکید گذاشتید. خب به طور مشخص آیا حق حقوق به کارگران داده شد بعد از این اعتصابات تا جایی که شما خاطرتونه؟ 100% کارگرانی که در سندیکای کارگران شرکت واحد متشکل شده بودن دستاوردهایی داشتن که از جمله من اگر بخوام یه باز شکل کلی نقدیش رو عرض کنم، از سال 84 امروزه تقریبا 8 سال داره میگذره. توی این 8 ساله هیچ شرکتی ما در ایران سراغ نداریم که حقوقشون به این حدی که حقوق رانندگان شرکت باید دریافتشون اضافه شده باشه. این یه نمونه. هرچند که این حقوق
امروزه نیز جوابگوی زندگی کارگران را نداره. قبل از این اعتصاب واقعا این کارگران در وضعیت خیلی بحرانی زندگی میکردن، با داشتن کار سخت و شرایط کاری سخت در کلان شهری مثل تهران با اون آلودگی‌های صوتی، آلودگی‌های هوا و ابزار نامناسب کار، غیر استاندارد کار که کارفرما در اختیارشون میذاره، واقعا خیلی دریافتیشون پایین بود. امروزه شاید این هستیم که به نسبت ارگان‌ها و سازمان‌های دیگر تقریبا از دریافتی همترای بهتری برخوردار است در رانندگان شرکت داره. این از دستاوردش و از دستاوردیش هم اینه که باز همونه که از کردم، کارگران به آگاهی رسیدن، به آگاهی های حقوقی پی بردن، از طریق حقوقی میتونن کار خودشون رو پیش ببرن. تا جایی که مدیریت شرکت واحد که کارفرمای دولتی و وابسته وزارت کشوره، از رویارویی حقوقی با کارگران شرکت واحد واقعا عقب نشینی کردن، نتوانست رویارویی حقوقی بکند. امروز شاهد هستیم که در ادارات کار دولت جمهوری اسلامی ایران کارفرما با پرداخت رشوه آرایی را علیه کارگران شرکت واحد دریافت میکنه از وزارت کار. من خواستم در این برنامه این قضیه رو فاش کنم، این مسئله رو فاش کنم که فردی به اسم آقای معاون مدیر عامل شرکت واحد اعلام کرده که ما هر چقدر که پول باید خرج کنیم، یعنی لازم باشه خرج میکنیم تا افراد سندیکایی رو از کار کردنشون جلوگیری کنیم. این نشان دهنده این ضعف حقوقی و قانونی کارفرما و حاصل ثمر تشکل سندیکایی و گرد هم آمدن کارگراست که این افراد بدین گونه به اصطلاح از چیز حقوقی توان مقابل حقوقی رو ندارن و به راه های غیر حقوقی روی میارن. در ایران به اصطلاح رشوه دادن رو یک کار رسمی میکنن. این از دستاورده به اصطلاح اعتصاب رانندگان میتونه باشه. بله، شما یکی از کارگران اخراجی بودید، شما و چند کارگر اخراجی دیگه نسبت به حکم اخراج خودتون شکایت کردید. اخیراً با خبر شدیم که مدیر عامل شرکت واحد به خاطر این اخراج‌ها محکوم شده. دوست دارم از زبان خودتون این ماجرا رو بشنوم و همینجا توضیح بدید برای ما که شما بعد از اینکه از ایران خارج شدید، اسنادی رو بر روی سیستم مجازی منتشر کردید که در واقع از اونچه که تو دادگاه‌های جمهوری اسلامی می‌گذره پرده برمی‌داره. قصدتون از انتشار اینها چی بوده؟ بفرمایید. در مورد بخش اول سوالتون، محکومیت مدیر عامل شرکت واحد، همونی که فرمودید، امروز شاهد محکومیت مدیر عامل شرکت واحد هستیم. مدیر عامل سابق شرکت واحد، آقای اردشیر بیژنی، اردشیر نامدار که من و رفقام آقایان حسن سعیدی، حبیب رضاپور و مرسی کمسری شیوه پیشورد حقوقی مشکلات خودمون رو در نظر گرفتیم و اقدام کردیم. زمانی که ما شکایت کردیم، من به خاطر دارم که در شعبه 1114 مجتمع قضایی باهنر یک قاضی بود به اسم قاضی، من اسمش رو خاطرم بیاد که اعلام کرد من این آقا چون آرای ما رو اجرا نکرده بود میتونه حکم زندان براشون ببره. آقای پورزرین، قاضی بود به اسم پورزرین که گفت چون این آقا آرای بازگشت به کار شما رو اجرا نکرده، حکم زندان براش میبرم. به خود من گفت و راهنمایی کرد چندین نوبت به شرکت واحد مراجعه کن و نامه های به صد برسون که مراجعه کردی و راد ندادن سر کار و این صورت جلسه ها و این شماره ثبت‌ها رو برام بیار، من حکم زندان برایشون در نظر میگیرم. من این کار رو انجام دادم که همین الان همون اسنادی که منتشر کردم بخشش همین مکاتبات اداری و شماره نامه هاست که پیشم هستش. وقتی که برگشتیم خدمت این آقای پورزرین گفتیم ما این اقدامات انجام دادیم، گویا
وزارت اطلاعات آنچنان بر این قضیه اشراف داشته که ایشون رو منصرف کردن و تهدید کردن و از اون شعبه هم جاش عوض کردن. اما با تلاش و پیگیری من و همکارام تا زمانی که در ایران بودیم و بعد از من همکارام، به هر حال این پرونده به یک سرانجام رسید که مدیر عامل شرکت واحد را به 6 ماه زندان تعلیقی محکوم کردن. هرچند این حکم برای قانون شکنی یک مدیر یک حکم خیلی ناچیزی است، اما کارگران بدانند که اگر با اتحاد و پیشگیری مراحل حقوقی پیگیری پرونده‌هاشون میتونن علیه هر مدیر عاملی در ایران رأی بگیرن. هرچند که این رأی بعد از اینکه ایشون از پست مدیر عامل شرکت واحد به یک جای دیگه منتقل شدن این رأی ساله شد. اما این از سال 87 در واقع ما این پرونده شروع کردیم که اخیراً به سرانجام رسید، یعنی نزدیک به 7 سال. خب این هم ما یک موفقیت به نظر من برای کارگران سندیکای و سندیکای کارگران شرکت هایی که از اینجا به همکاران خودم تبریک میگم این موفقیتشون رو. و اما نسبت به اون بخش دوم سوال دیم که فرمودید هدف من از انتشارات این اوراق چی بوده، من طی این کوران مبارزه با مبارزه کارگری به همراه رفقای دیگه و همکارانم اسنادی علیه سیستم وزارت کار و سیستم قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران در دست داریم که در هیچ محکمه ای نمیتوانند انکار کنند که این اسناد را اینان صادر نکردند. حکم محکومیتی صادر شده به تبع فعالیت سندیکایی. من و همکاران دیگرم را به پرداخت وجه مرد محکوم کردند. این من قصدم از انتشار این بوده که این اوراق رو من به همراه خودم دارم و اکنون که به خارج از ایران اومدم و دسترسی میتونم داشته باشم به مراجع بین‌المللی و کارگری بین‌المللی، در نظر دارم که با توسط به این اسناد علیه دولت جمهوری اسلامی ایران شکایتی در تنظیم کنم که امیدوارم که به نتیجه برسه و در مجامع بین‌المللی نیز رأی علیه سیستم وزارت کار جمهوری اسلامی ایران بتوانم دریافت کنم. و اما یه چیز دیگه من می‌خواستم اضافه کنم، ما توی این قضایا شاهد دو گونه برخورد توسط سیستم هستیم. مثلا همکار من آقای رضای شهابی به خاطر فعالیت سندیکایی به 6 سال زندان و پرداخت 7 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده، در صورتی که ایشون تنها خواستار اجرای قوانین جمهوری اسلامی ایران بودن و قانون شکنی مثل مدیر عامل شرکت واحد پس از گذشت 7 سال فقط به 6 ماه حبس تعلیقی محکوم میشه. این نشان دهنده اینه که این حاکمیت در قبال کارگران مصمم که حق کارگران رو به هر شکل زیر پا بگذاره و من از تمام کارگران ایران عاجزانه تمنا میکنم که تشکلات سندیکایی خودشون رو به وجود بیارن و برای به دست آوردن حقشون از طریق تشکلات سندیکایی اقدام کنند که 100% پیروز خواهند شد. اگر در ایران چندین سندیکا وجود داشت، من مطمئنم که شدت و عدت این رأی صادره خیلی بیشتر از این بود. اگر امروزه حاکمیت فشار میاره و تحت فشار قرار میده، فعالین کارگری شناخته شده رو زندانی میکنه و حقشون رو به راحتی پایمال میکنه، به خاطر اینه که کارگران در ایران آنچنان که باید شاید متحد نیستن و تشکیلاتی ندارند. بله، همونطور که خودتون گفتید، در واقع این شکایت نتیجه اون اعتصاب، نتیجه اون سازمان، نتیجه اون تشکل، نتیجه اون اتحاد که امروز میبینید که اینجوری جمهوری اسلامی جرأت نمیکنه با نیروی متحد کارگران شرکت واحد که یک بخش مهمی هست، در تماس با توده وسیع مردم هستش، مقابله بکنه. در واقع نتیجه اینه. من به شما خسته نباشید میگم، واقعا زنده باد. اما به عنوان آخرین سوال، هم تو به رضا شهابی اشاره کردی. رضا شهابی الان در زندان وضعیت جسمانی بسیار بدی داره. شما چه پیامی در همبستگی با رضا شهابی خانوادش دارید و به همکارانتون برای آزادی رضا شهابی؟ من از این طریق از کلیه همکارانم در ایران و کلیه افرادی که قلبشان برای کارگران میتود و برای به دست آوردن حقوق کارگران
آماده پرداخت هزینه هستند، خواهش میکنم که به کمک خانواده شهابی و شهابی بشنوند، چون شهابی واقعا در این قضیه مظلوم واقع شده. اعضای خانوادهش به سختی های خاص دوران زندگیشون رو دارن سپری میکنن. امروزه اگر کارگران دارن کار میکنن با مشکلات فراوان روبرو هستن. یک مقایسه بکنن وقتی خودشون بالا سر خانوادهشون هستن چه مشکلات دارن. حالا خانواده آقای شهابی که آقای شهابی هم در زندانه و هزینه زندان ایشون رو هم باید متحمل بشن چه مشکلات خاصی داره. و اما حاکمیت ایران همونی که عرض کردم گویا تسلیم نگرفته است که از نقض حقوق کارگران حتی در زندان نیز دست بردارد. چنانکه امروز شاهد این قضیه هستیم در اخبار، آقای شهابی در آستانه فلش شدنه و دولت و سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران ممانعت میکنن از مداوای ایشون در بیرون از زندان، علیرغم اینکه پزشکان معالج داخل زندان و سازمان نظام پزشکی اعلام کردن که ایشون توان تحمل حبس رو ندارن و باید در بیرون از زندان مداوا بشن. ایشونه وقعی نمیدهند و بدرفتاری های خودشون، قانون شکنی های خودشون، کارگر ستیزی های خودشون رو همچنان به رخ رضا شهابی، سندیکای کارگران شرکت واحد و کارگران مبارزی که در راستای حقوق کارگری فعالیت میکنن میکشن. و غافل از اینکه این خط نشان کشیدن ها، این تحت فشار قرار دادن ها نه تنها هیچ چیزی از عزم راسخ کارگرانی که تصمیم گرفتن از حقوق اجتماعی سنفی طبقاتی خودشون دفاع کنن نمی کاهد، بلکه افزوده هم می کند، می افزاید به این توان و انسجام کارگران. و از کارگران باز هم من خواهش می کنم که به کمک آقای شهابی بشنوند با برگزار کردن اکسیون ها، نشست های اعتراضی، نام نگاری های داخلی و بین المللی، اعلام همبستگی، اعلام حمایت و بر حق دانستن داشتن سندیکا برای هر کارگری من جمله رضای شهابی به یاری رضای شهابی بشنویم. متشکرم آقای غلامرضا غلامحسینی که تو این برنامه شرکت کردید. برای شما آرزوی موفقیت و پیروزی دارم. و همچنین از شما تشکر میکنم و سپاسگزارم از اینکه من رو دعوت به برنامه‌تون کردید. برای شما هم اوقاتی خوش و خوب آرزومندم. متشکرم. بله، گفتگوی ما رو با آقای غلامرضا غلامحسینی شنیدید، پیامشون رو شنیدید در همبستگی با رضا شهابی، کارگر زندانی که در زندان در مرز فلش شدن قرار گرفته. خانواده اون نامه دادن و خواهان حمایت جهانی شدن در این رابطه. اما اجازه بدید که خبر بسیار جالب اعتراضات کارگران فولاد زاگرس رو اینجا در این فرصت به اطلاعتون برسونم. واقعا وجدآور و اتفاق جالبیه، اعتراضاتیه که آموزنده است. سه روز تجمع باشکوه این کارگران در تهران، اتحاد این کارگران، کارگران که در وسط خیابون مجمع عمومی خودشون رو به عنوان تشکل خودشون، به عنوان محلی برای تصمیم گیری خودشون، به عنوان ابزار قدرت نمایی خودشون و به عنوان متحد شدن خواستاشون تشکیل میدن و تصمیم میگیرن و اعتراضشون ادامه میدن. و یک که از نقطه قوت‌های مبارزات این کارگران همین بوده، در قروه هم این کارو کردن، در تهران هم این کارو کردن و در طول مبارزاتشون این کارو کردن. گفتن مجمع عمومی تشکیل میدیم و جمعی تصمیم میگیریم و خواستامون رو پیگیری میکنیم. خبر میگه که بنا به گزارشاتی که در سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران هست، خبر میگه کارگران فولاد زاگرس سه شنبه شب با دریافت بخشی از معوقات خود عازم قروه شدند. بنا به این گزارش، به دنبال سه روز اعتراض متحدان کارگران فولاد زاگرس در تهران، آنا ساعت 10 شب سه شنبه، یعنی امروز چهارشنبه است که من این برنامه رو تهیه میکنم، موفق شدن که بخش از معوقات خودشون رو دریافت کنن.
در واقع بعد از 3 روز سناریوهای مختلف و موثر واقع نشدن استفاده نیروی انتظامی به عنوان آخرین حربه و سرکوب کارگر و همه اینا، این موفقیت به دست اومد. مسئولین وزارتگاه از ساعت 5 بعد از ظهر روز سه‌شنبه سعی کردن بی‌تفاوتی نشون بدن، سعی کردن جواب کارگران ندن، مامورین انتظامیشون اومدن دربار رو قفل کنن، اما کارگران به داخل محوطه وزارت کار هجوم آوردن، اعلام کردن که مطلقاً از اینجا تکان نخواهیم خورد. به دنبال این وضعیت یکی از مسئولین وزارت کار با حضور در جمع کارگران اعلام کرد تا یه رو به دیگه کارتون انجام میشه و این مسئله نزدیک به 3 ساعت به درازا کشید، اما کارگران علی‌رغم سرمایه شدید در حالی که خواستشون برای حضور در مسجد وزارت کار برآورده نشده بود همچنان در ایستادگی در محوطه این وزارتخونه ادامه دادن و قاطعانه اعلام کردن محل رو ترک نخواهند کرد. در پی این ایستادگی از سوی کارگران معترض فولاد زاگرس ساعت 8 شب به اونا اعلام شد پول در حال حاضر واریز به حساب‌هایشان است و آنان را به مسجد وزارت کار هدایت کردند. مدیر عامل فولاد زاگرس و مسئولین وزارت کار پس از 3 روز فریب و آزار کارگران فولاد زاگرس در برابر عزم و اراده این کارگران به زانو در آمدن و 3 ماه از حقوق معوقه به علاوه 250 هزار تومان علیه حساب را به کارگران پرداختن که در واقع این کارگران 8 ماه حقوق طلب داشتن. منیری مشاور و مدیر حوزه وزارتی وزیر کار با حضور در میان کارگران و اعلام این خبر تا حدود ساعت 10 شب برای کارگران صحبت کرد و کارگران هم حرفاشون رو بسیار قاطعانه زدن. یکی از نماینده های کارگران در میان صحبت های منیری که تلاش میکرد چهره بخشنده به خودش بگیره گفت من میگویم شما ما را 3 روز شکنجه و آزار دادید، شما همه تان از بالا تا پایین دروغگو هستید. و در ادامه این جلسه یک دیگه از کارگران ضمن پرداختن به وضعیتشون مسئله افزایش فوری حداقل مزد رو به میون کشید و اعلام کرد ما کارگران فولاد زاگرس خواهان افزایش حداقل مزد هستیم و خواهان انعکاس آن در وزارت کار شد. و در این جلسه سایر کارگران هم قاطعانه و بدون ذره تخفیف حرفهایشون رو زدن و حوالی ساعت 10 شب پیروزمندانه عازم شهر قروه شدن. واقعا جالبه. قضیه از این قرار بوده که 211 کارگر زاگرس از 18 تیر ماه سال جاری از کار اخراج شده بودند. این کارگران در واقع 4 ماه بیکارن و از اول سال تا کنون دستمزدی دریافت نکردن. همگیشون بیش از 15 سال سابقه کار دارن. تعداد چشمگیری از اونا هر کدام ناحیه از بدن از چشم گرفته و کمر و گوش و دست و پا در نتیجه ناامنی و شرایط سخت کار دچار آسیب‌هایی شدن. به علاوه عدم پرداخت دستمزدشون فرزندان تعدادی از اونا از رفتن به مدرسه محروم شدن. زیر فشار اعتراض کارگران کمیسیون اصل 90 مجلس و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف در اداره کار شهرستان قروه رأی به بازگشت به کار این کارگران داده و گفته که باید معوقات کارگران پرداخت بشه، اما کارفرمای این کارخونه سر باز زده، مرتبا مانع تراشی کرده با همدستی با وزارت کار. کارفرمای کارخونه علت همه ستم به این کارگران رو بازسازی کارخونه اعلام کرده در حالی که میتونست این کار رو زیر نظر وزارت صنایع انجام بده و کارگران به بیمه بیکاری متصل بشن. اما مدیر عامل و سهامداران در هر حال علی‌رغم رأی به بازگشت کارگران اخراجی مدیریت این کار رو انجام ندادن. با همدستی وزارت کار با مدیر کار کارخونه فولاد زاگرس برای سردووندن کارگران این کارخونه و عدم توافقنامه هایی که تو تمام این اعتراضات بوده کارگران روز 7 آبان ماه دست به اعتراض زدن که در واقع هم تو که در بالا گفتم نتیجهش موفقیت این کارگران شد که 3 ماه حقوقشون رو پرداخت کردن به علاوه بچه علل حساب. و در روز 6 در واقع نشستی داشتن که شعارهایی میدادن، تجمع کرده بودن، تجمعشون اول جلوی مجلس بود بعد جلوی وزارت کار شعار میدادن وزیر کار استعفا استعفا، وزیر سرمایه‌دار شرمت باد شرمت باد، وزیر بی اقتدار نوکر سرمایه‌دار. و خلاصه
به شکلهای مختلف اعتراضشون رو بیان میکردن. روز پنجم هم باز این کارگران در مقابل مجلس جمع شدن، باز اونجا هم همچنان بساط شعار بود جواب جواب مجلس جواب، یا مرگ یا زندگی، توپ تاپ تانک فش فشه، این مجلس کارگر کشه، مجلس بی اقتدار نوکر سرمایه‌دار، از جمله شعارهای کارگران بود که تو همون روز پنجم نشسته و مذاکره کردن با کارگران که زاهد مرادی و مرتضی مرادی و پروین محمدی از اعضای اتحادیه آزاد جزء هیئت نمایندگان کارگران بودند، که اونجا قول داده شد که به خواست کارگران عملی بشه، که بازم نکردن. کارگران گفتن شب اینجا میمونیم تا حقوقمون رو نگیریم، تا مزدمون رو نگیریم بر نمیگردیم، تا بالاخره روز ششم هم تجمع کردن و بعد بالاخره این قضیه به روز هفتم کشیده شد، که روز هفتم قدم به قدم دسیسه های کارفرما و دست اندرکاران و کارگران در هم شکستن و موفق شدن و دستمزدشون رو گرفتن. این مبارزه تو همین سطحش نشون میده که درجه اتحاد این کارگران رو، قدرت این اتحاد رو، قدرت تجمعات این کارگران رو، و اینکه این کارگران با قدرت مجمع میشون چگونه میتونن متحد بمونن و متحد عمل کنن، چگونه میتونن جلوی دسیسه و تفرقه افکنی ها رو بگیرن و بالاخره جلو اخراج خودشون رو بگیرن و دستمزدشون هم بخشش رو نقد کنن. این خودش الگویه برای بخش‌های مختلف کارگری که عیناً با همین موزل روبرو هستن، و این یک موزل عمومی و اجتماعی هست به ویژه امروز تو ایران. تجمع دوباره بازنشستگان زوبان اصفهان در اعتراض بعدن پرداخت دو ماه حقوقشون، که دو ماه حقوق شهریور و مهمار رو نگرفتن و باز این کارگران جمع شدن تجمع کردن. همواره کارگران بازنشسته زوباهن اصفهان با تجمع و با اعتراض تونستن دستمزدشون رو نقد کنن. مبارزات کارگران بازنشسته زوباهن نیست خودش یکی از مبارزاتی که باید درساش آموخ و شکلی رو میذاره مقابل کارگران، میلیون ها کارگر که با دستمزدهای پرداخت نشده روبرو هستن. همینطور موفقیت اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام و موج اعتراضات کارگری تو دیگر پتروشیمی ها که دور تازه این اعتراضات رو ما شاهدش بودیم، مدیر عامل اون رو به پای مذاکره با کارگران کشوند و مدیریت این پتروشیمی تو جلسه ای که 29 مهر بین نمایندگان کارگران، مدیر عامل و چند تن از دیگر از مسئولین این پتروشیمی برگزار شد، طبق توافق کتبی به تمام خواستای کارگران تن دادند. بنابر این تصمیم، یکی افزایش 32% دستمزدهاست، یکی پرداخت 4% حق کار سخت و زیان‌آور، یکی پرداخت حق نوبتکاری هماهنگ، و یکی بنابر این گزارش به دنبال اعتصاب 3 روزه کارگران پیمانکاری شرکت‌های فرآورش و خوارزمی، موج این اعتراض کارگری به دیگر پتروشیمی‌های ماشهر هم کشیده شد و روزهای 29 و 30 مهر ماه کارگران پتروشیمی‌های بزرگ اروند و مارون نیز با خواست مشابه کارگران پتروشیمی بندر امام دست به اعتصاب زدند. در واقع 32% افزایش دستمزد یک موفقیت بزرگ برای این کارگران بود. پتروشیمی‌ها اعتراضات گسترده سال 90 و 91 داشتند برای کوتاه شدن دست پیمانکاران، که قول داده شد اجرا بشه و موفق شدن که 30% کارگران پیمانکاری مشمول انعقاد قرارداد مستقیم بشن، ولی هنوز مابقی این کارگران تحت پوشش شرکت‌های پیمانکاری هستن و به همین دلیل این کارگران همواره با اتحادشون مبارزه‌شون رو پیش می‌برن. فقط آخرین نکته رو بگم که بهنام ابراهیم‌زاده کارگر زندانی همچنان تحت فشار هست، در زندان هست و فرزندش بیماری سرطان داره. در منتها آخرین خبر این بود که 28 روز بر زندان اون اضافه کردن برای اینکه چرا خودش رو زودتر به زندان معرفی نکرده. این هم از تصمیمات جانیان اسلامی. به همین طریق خواست آزادی کارگران زندانی خواست فوری همه کارگران هست و از این خواست اتحادیه کارگران مصر حمایت و پشتیبانی کردن تا یک نامه، و از تمام جانیان خواستن که از خواستای کارگران و از مبارزات کارگران ایران حمایت بشه و از کارگران زندانی حمایت و پشتیبانی بشه، و دبیر این فدراسیون طی نامه این همبستگی خودش رو اعلام کرده. متشکرم که پای این برنامه بودید. برای شما عزیزان شبها و روزهای خوشی رو آرزو می کنم.